پاکستان به زودی از پیروزی خود در افغانستان پشیمان می شود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. پاکستان به زودی از پیروزی خود در افغانستان پشیمان می شود. نشریه فارن پالیسی مقاله را در باره موفقیت پاکستان در ارتباط به افغانستان منتشر کرده است. نویسنده مقاله اش را چینی عنوان داده است. پاکستان به زودی از پیروزی خود در افغانستان پشیمان می شود. فارن پالیسی در این مقاله و سفر فیض حمید رئیس اداره استخبارات پاکستان اشاره کرده برای میانجیگری در تقسیم قدرت در حکومت جدید طالبان و افغانستان رفته بود. با گفته نشریه، قدرتمندان پشت پرده پاکستانی در حقیقت راهبردهای استراتژیک خود را وضاحت دادهاند، چیزی که با عقیده نویسنده مقاله اسلام آباد برای به دست آوردن آن در برابر دهلی جدید. نویسنده مقاله فارن پالیسی همچنان میگوید پاکستان همچو حاکمیت قبلی طالبان این بار هم از افغانستان به حیث پایگاه های امن برای گروه های ضد هند استفاده می کند. نویسنده می افزاید پاکستان همچنان به این موفقیت دست یافته که اهمیت خود را و مسابقه تضمین کننده امنیتی و تحکیم روابط برای چین ثابت کند. در مقاله فارن پالیسی نویسنده گفته که چین در کشور جنگ زده افغانستان و دنبال معادن آن بوده و همچنان بر سر فعال ساختن دهلیز اقتصادی کار می کند که از پاکستان و افغانستان و آسیای میانه تمدید می گردد. فارن پالیسی در ادامه این مقاله می نویسد اما آنچه که در حال حاضر برای نظام سیاسی پاکستان موفقیت پنداشته می شود ممکن برای مردم این کشور به یک تراژدی مبدل شود. به باور نویسنده برای نگرانی های احتمالی تهدیدهای امنیتی ناشی از داشتن امارت اسلامی در امسایگی دلایل فزاینده موجودند. نویسنده مقاله فارن پالیسی در این مقاله میگوید که ممکن نهضتی هم در پاکستان بلند شود که به تقلید از پاکستان افغانستان خواهان انفاذ نظام شرعی در آن کشور هم شود. در عین حال درخواست دیپلمات های جبهه مقاومت از دبیرکل سازمان ملل متحد آژانس سپوتنیک دیپلمات های پر آوازه افغانستان به عنوان سرمنشی ملل متحد نامه نوشته اند
جبهه مقاومت ملی افغانستان در صفحه فیسبوکش از ارسال نامه به سازمان ملل متحد خبر می دهد. با گزارش اسپوتنک، جبهه مقاومت ملی افغانستان می نویسد که شماری از دیپلمات های ارشد افغانستان تعیین‌نامه عنوانی سر منشی ملل متحد تقاضا نمودند که شورای امنیت با اتخاذ تصمیم عملی به تجاوز پاکستان در افغانستان رسیدگی نماید. این جبهه می افزاید که این نامه توسط دیپلمات های برجسته و سابقه کار افغانستان، من جمله دکتر روان، فرهادی و محمود سیقل، سفیر ازبق در سازمان ملل متحد، مسعود خلیلی سفیر ازبق در اسپانیا، ترکیه و هند و همایون تندر سفیر ازبق در اتحادیه اروپا به امضا رسیده است. در نامه همچنان ذکر شده است که جامعه جهانی از شناسایی حکومت طالبان خودداری کند و در عوض از ریفرم تجدید ساختار و تداوم نظام مبنی به ارزش‌های قانون حیاتی حمایت کند. در ادامه این نامه آمده است که تقاضا می شود تا در روشنی منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و مسئولیت حفاظت از حرمت مردم به موج جدید نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت طالبان خاتمه داده شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید زنگ آگاهی را فشار دهید.